ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. تصادفات.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 13 سپتامبر 2022 میلادی برابر است با 22 شهریور ماه سال 1401 خورشیدی. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. ایران میگوید درباره 3 مکان هسته‌ای مورد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمال همکاری را داشته و خلأ نظارتی مورد اشاره آژانس مبنای حقوقی ندارد. همزمان با دومین سالروز اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر جوان ایرانی، 3 عضو خانواده او که قصد داشتند بر سر آرامگاه وی حضور یابند بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفت در جریان پرونده ترور حسن صیاد خدایی، سرهنگ سپاه پاسداران در خیابان‌های تهران چند تن بازداشت شدند. 2 روز بعد از انتشار خبری درباره ربایش و تجاوز به یک جوان دارای اوتیسم در تهران، رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت که به این جوان تجاوز نشده است. سازمان عفو بین‌الملل در مورد دیوارکشی اطراف گورستان خاوران، محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سال 67، هشدار داد. تجمع تعدادی از خانواده‌های محکومان به اعدام در یک هفته گذشته مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شده است. بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی از پیشنهاد وزارت ارشاد مبنی بر بستن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتقاد کردند. ایران می‌گوید برای جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اسناد مالکیت دولتی صادر کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه دوشنبه گفت چشمانداز احیای توافق هسته‌ای سال 2015 در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می‌رسد. در پی بروز درگیری شدید نظامی در مرز دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ایالات متحده آمریکا نگرانی شدید خود را از این درگیری‌ها اعلام کرد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل بعد از دیدار با دبیرکل سازمان ملل در توییتر نوشت با آنتونیو گوترش درباره نیاز به ایجاد یک جبهه بین‌المللی در برابر چالش‌ها و در صدر آنها تهدیدات ایران گفتگو کرده است. مراسم 74مین دوره اهدای جوایز تلویزیونی ایمی شامگاه دوشنبه در نیویورک و با حضور ستاره‌های صنعت فرهنگی جهان بعد از 2 سال کرونایی به شکل کاملا حضوری برگزار شد. ژان لوک گودار، پدرخوانده سینمای موج نو فرانسه، درگذشت. و مقامات عربستان اعلام کردند که یک مرد را روز دوشنبه بعد از انجام حج عمره به نیابت ملکه فقید بریتانیا در شهر مکه دستگیر کردند.
بینندگان عجمن تا لحظات دیگر با مشروع خبرها در خدمت شما عزیزم خواهد بود. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه مکان هسته‌ای مورد نظر پاسخ داده و کمال همکاری را داشته و خلأ نظارتی مورد اشاره آژانس مبنای حقوقی ندارد. بهروز کمالبندی روز سه‌شنبه گفت که آنچه امروز انجام نمی شود مربوط به توافق برجام است و برقراری مجدد آن مطابق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و اجرای تعهدات طرف است. او با تکرار این ادعا که اعلام نظر آژانس بر اساس اسناد ساختگی اسرائیل با اهداف خاص سیاسی بود، گفت صرف مشاهده آلودگی در چند مکان را نمیتوان نشانه ای از وجود مواد هسته‌ای اظهار نشده تلقی کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تازگی نسبت به عدم همکاری ایران ابراز نگرانی کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخیره اورانیوم به شدت غنی شده ایران در 3 ماه اخیر 29% افزایش یافته و ایران به کارهای پایه‌ای برای توسعه عمده ظرفیت تولید سوخت هسته‌ای ادامه می‌دهد. گروسی روز دوشنبه در یک نشست خبری در وین درباره میزان نظارت کانونی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت خلأ اطلاعاتی ما بیشتر و شرایط سخت‌تر شده است. ایران باید شفاف عمل کند و دسترسی‌های لازم و کامل برای نظارت را به ما بدهد. از سوی دیگر محمد مرندی مشاور تیم جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که ایران نگران نشست شورای حکام و نتایج آن نیست و با وجود فشارهای طرف آمریکایی دستیابی به توافق همچنان نزدیک است. همزمان با دومین سال روز اعدام نوید افکاری، کشتیگیر جوان ایرانی، سه عضو خانواده او که قصد داشتند بر سر آرامگاه وی حضور یابند بازداشت شدند. حساب کاربری 1500 تصویر در تویتر خبر داده که الهام افکاری، حبیب افکاری و همسر او در راه مزار نوید افکاری به طرز وحشیانه‌ای بازداشت شدند. پیش از این سعید افکاری، دیگر برادر نوید افکاری، در توییتی خبر داده بود که راه‌های ورودی به سنگر، مکان مزار برادرم نوید در روز سالگردش از هر دو طرف توسط نیروهای حکومتی بسته شده است. نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش شهریور 99، به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضات مرداد 97 اعدام شد. اتهامی که او هموار آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده است. در استانه دومین سال روز اعدام نوید افکاری، سعید و الهام، برادر و خواهر وی، در حساب‌های کاربری خود در توییتر فایل صوتی تازه‌ای از دادگاه نوید را منتشر کردند. در این فایل صوتی نوید افکاری خطاب به قاضی دادگاه میگوید چرا اینطور خیره سرانه خلاف قانون عمل میکنید و نمیگذارید که من از خودم دفاع کنم. اظهارات نوید افکاری در این فایل صوتی با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی روبرو شده است و کاربران سخنان وی را در دادگاه در شرایطی که تحت فشار شدید قرار داشت شجاعانه توصیف کردند. 3.5 ماه بعد از ترور حسن سید خدایی، سرهنگ سپاه پاسداران در خیابان‌های تهران، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در تازه‌ترین نشست خبری گفت در جریان پرونده چند تن بازداشت شدند. مسعود ستایشی همزمان ابراز امیدواری کرد که با تلاشی که واحد قضایی مربوط و نیروهای گمنام امام زمان انجام می‌دهند، عناصر اصلی دستگیر شوند. احمد وحیدی دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت با همکاری و هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی کمیته تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است. سرهنگ سید خدایی 50 ساله که از اعضای سپاه پاسداران بود، روز یک شنبه اول خرداد ماه هنگام خروج از خانه‌اش در خیابان مجاهدین اسلام با 5 گلوله 2 موتور سوار کشته شد. 2 روز بعد از انتشار خبری درباره ربایش و تجاوز به یک جوان دارای اوتیسم در تهران،
علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، گفت که به این جوان تجاوز نشده است. کمپین معلولان روز یک شنبه گزارش کرد که یک موتور سوار در تهران هفته گذشته یک مرد جوان مبتلا به اوتیسم به نام فرزاد را ربوده و بعد از تجاوز به او یک روز بعد برهنه در خیابان رهایش کرده است. روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه هم رئیس پلیس آگاهی تهران از پیگیری این پرونده خبر داد و گفت با استعلامی که پلیس از پزشکی قانونی گرفته مشخص شده که تجاوزی اتفاق نیفتاده و اگر آثاری روی بدن وی دیده می شود به علت برخورد به تخت بوده است. ادعای پلیس مبنی بر منتفی دانستن موضوع تجاوز در حالی است که خانواده فرزاد در گفتگو با کمپین معلولان از آثار زخم و التهاب در بدن فرزاد خبر دادند که حکایت از تجاوز به او را دارد. سازمان عفو بین‌الملل با هشدار در مورد دیوارکشی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اطراف گورستان خاوران، محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سال 67، از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فوراً زمینه تحقیقات بین‌المللی درباره این اعدام‌های دست جمعی را فراهم کنند. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه نوشت این کشورها باید یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی در مورد اعدام فراغذایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در جریان این کشتار که مصداق جنایات اعدام دار علیه بشریت هستند ایجاد کنند. عفو بین‌الملل همچنین از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند که به اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار 67 پایان بدهند. تجمع تعدادی از خانواده‌های محکومان به اعدام در یک هفته گذشته مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شده است. این خانواده‌ها خواستار توقف اجرای حکم اعدام عزیزانشان هستند و از قوه قضاییه خواستند که یک درجه به آنها تخفیف بدهد. ایران بعد از چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و این در حالی است که این مجازات در نزدیک به 3/4 کشورهای دنیا لغو شده یا اجرا نمی‌شود. خانواده این اعدامیان حدود یک هفته است که در مقابل قوه قضاییه تجمع می‌کنند و به اعدام نمی‌گویند، اما تجمع کنندگان می‌گویند که صدایشان به جایی نمی‌رسد. دو روز بعد از پیشنهاد وزارت ارشاد مبنی بر بستن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و واگذاری کتاب‌های آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی از این تصمیم انتقاد کرده و آن را در راستای اجرای پروژه حذف کامل این نهاد 57 ساله دانستند. تصمیم وزارت ارشاد برای بستن بیش از 1000 کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با توجیه کاهش زیاندهی کانون و صرفه‌جویی در هزینه ها بسیاری از فعالان فرهنگی در ایران و خارج از کشور را به نشان دادن واکنش واداشته است. حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، روز سه‌شنبه به موضوع بسته شدن کتابخانه‌های کانون واکنش نشان داد و گفت در حال پیگیری جهت منتفی کردن این پیشنهاد هستیم. علامتی همچنین درباره موضوع کاهش زیاندهی کانون گفت سودآوری یک مرکز فرهنگی تربیتی نظیر کتابخانه هیچ وقت قابل اندازه‌گیری با معیارها و زاویه دید بازرگانی نیست. حتی دیگر معترضان به این تصمیم هم این اقدام دولت را مترادف با حذف کانون دانستند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1344 به ریاست فرح پهلوی و مدیریت لیلی امیر ارجمند پایه‌گذاری شد. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. هالووین امسال با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 29 اکتبر با قیمت استثنایی 1890 دلار. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. مهمونای من همیشه بوی معطر و رنگ غذاهای مخصوص منو تحسین میکنن، ولی نمیدونن راز تمام اینها فقط در رب گوجه فرنگی آرارات هست. رب گوجه فرنگی آرارات، خوشتم و معطر، سالم و با کیفیت، بدون مواد افزودنی، رنگ قرمز روشن و تهیه شده در ارمنستان. به غیر از رب گوجه فرنگی آرارات، محصولات غذایی فراوان دیگری رو هم میتونین از مغازه ها تهیه کنین، مثل خوراک بادمجان، خاویار، فلفل قرمز، انواع و اقسام کمپوتا. پس انتخاب شما از این پس میشه محصولات خوراکی آرارات، چون همیشه میمونه باهات. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. آیا از دردهای استخوانی رنج میبرید؟ کمپانی مانترا مورد تاییدیه کمپانی های بزرگ بیمه، لوازم طبی همچون زانوبند، مچبند، کمربند، قوزبند، ساپورت گردن، شانه و آرنج، واکر، اسا و صدها لوازم دیگر را برای شما فراهم می‌نماید. برای به دست آوردن لوازم مورد نیاز خود تحت پوشش بیمه، تاییدیه پزشک متخصص و دلیوری رایگان با مانترا مدیکال سوپلای تماس حاصل فرمایید. 747-230-5929. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه دوشنبه گفت چشمانداز احیای توافق هسته‌ای سال 2015 در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد. بلینکن که در دیدار رسمی در مکزیک است، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مکزیکو سیتی پایتخت این کشور گفت به نظر می رسد ایران نمی خواهد یا نمی تواند آنچه را که برای دستیابی به توافق لازم است انجام بدهد و همچنان به تلاش برای پرداختن به موضوعات خارج از بحث در مذاکرات ادامه می دهد که این موضوع احتمال توافق را حتی کمتر می کند. بلینکن در گفتگوی با خبرنگاران به سوالاتی در مورد حمایت آمریکا از اوکراین و تلاش‌های مداوم کشورهای امضا کننده برجام برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران گفت آنچه در هفته گذشته در واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دیده ایم آشکارا یک گام به عقب است و دورنمای یک توافق کوتاه مدت را غیر ممکن می کند. در پی بروز درگیری شدید نظامی در مرز دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ایالات متحده نگرانی شدید خود را از این درگیری ها اعلام کرد. ایران هم به راه افتادن یک جنگ جدید در منطقه را غیر قابل قبول دانست. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیه ای از گزارش های مربوط به حملات در امتداد مرز ارمنستان و آذربایجان، از جمله حملات گزارش شده علیه شهرک ها و زیرساخت های غیر نظامی در ارمنستان
ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته هم در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران ارمنستان و آذربایجان از آنها خواسته بود که اختلافاتشان بر سر منطقه قره‌باغ را از راه گفتگوی مستقیم حل کنند. از سوی دیگر رئیس جمهوری اسلامی ایران هم جنگ جدید در منطقه را غیر قابل قبول دانسته و گفته است که ایران با دقت تحولات قفقاز را دنبال می‌کند. این تحولات و درگیری‌های جدید در حالی است که برخی منابع خبری گزارش کردند که امروز شنبه 22 شهریور ماه اروان و باکو به سر آتش بس به توافق‌هایی رسیدند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که برای دومین بار در کمتر از 3 هفته جهت مطرح کردن خطرات ایران به آمریکا سفر کرده، بعد از دیدار با دبیرکل سازمان ملل در توییتر نوشت با آنتونیو گوترش درباره نیاز به ایجاد یک جبهه بین‌المللی در برابر چالش‌ها و در صدر آنها تهدیدات ایران گفتگو کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال گانتس به گوترش گفت که هر توافق هسته‌ای با ایران باید شامل نابودی تمامی سانتریفوژهای این کشور شود تا نتواند دوباره از آن استفاده کند. به افزود ایران تولید سانتریفوژها را افزایش و آنها را به تأسیسات مستحکم زیرزمینی انتقال داده و اگر توافقی با ایران امضا شود باید مطمئن شویم که سلاح اتمی نداشته باشد. به نوشته یدوت اخرونوت، بن گانتس سپس در دیداری جداگانه با سفیران کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل و سفیران کشورهای عضو پیمان صلح ابراهیم فاش کرد که ایران توان خود در غنی‌سازی اورانیوم را 3 برابر کرده است. به افزود ایران بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. می‌تواند ترور کند و باعث مسابقه تسلیحاتی شود، اما من معتقدم که می‌توان جلوی آن را گرفت و زمان اقدام هم اکنون است. مراسم 74مین دوره اهدای جوایز تلویزیونی امی شامگاه دوشنبه در نیویورک و با حضور ستاره‌های صنعت فرهنگی جهان بعد از 2 سال کرونایی به شکل کاملا حضوری برگزار شد. رقابت اصلی امسال میان 2 سریال پرطرفدار بازی مرکب تولید نتفلیکس از کره جنوبی و وراثت HBO بود. سریال وراثت به عنوان بهترین درام تلویزیونی سال برگزیده شد. همین مجموعه جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد را برای متیو مکفادین و بهترین سناریو را برای جسی آرمسترانگ، نویسنده اپیزود تمام زنگ ها میگویند، به ارمغان آورد. پدیده تلویزیونی کره‌ای بازی مرکب هم بعد از موفقیت و تاثیرگذاری گسترده بر افکار عمومی جهانی 3 جایزه را به خود اختصاص داد. هوانگ دون هیوک برای کارگردانی اپیزود چراغ قرمز چراغ سبز به عنوان بهترین کارگردان درام امسال برگزیده شد. جایزه بهترین هنرپیشه نقش اول مرد هم در همین رشته به لی جونگ جه رسید. لی یومی ستاره سینما و تلویزیون کره هم بهترین بازیگر میهمان زن را برای همین درام تاجیک دریافت کرد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288.
وست ساید فارمسی در 11504 سانتا مانیکا بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید به مدیریت دکتر فرزاد جک پیروز با همکاری دکتر جواد فردوسی، دکتر جانت آهادی و دکتر هما سعادت و تکنسیان های مجرب. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مانیکا. پارکینگ رایگان در طبقه پایین ساختمان رستوران جوان. تلفن 310-479-0200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین در داروخانه وست ساید موجود است. با زبان گیاهان آشنا شوید. 1001 پرسش و پاسخ به مسائل و مشکلات گیاهی. خلاصه ای از 50 سال تحصیل و تجربه با زبانی ساده در دادن دریایی از اطلاعات مفید از کاشت تا برداشت گیاهان مختلف، فصول چهارگانه و کارهای مهم آن، عکس‌های آموزنده از آفات و بیماری‌ها و کمبود مواد غذایی و مشکلات ناشی از شرایط جوی نوشته دکتر مجید جهانبی، کتابی مفید برای شناخت و حل مشکل‌های باغ و باغچه شما، دانستنی های اصولی برای کار کمتر، برداشتی بیشتر. برای داشتن آگاهی های بیشتر با مجید at paradisenursery.com و یا با شماره تلفن 818-999-4848 تماس بگیرید. خبرها را دنبال میکنیم. ژان لوک گودار، فیلمساز سرشناس فرانسوی سوئیسی و پدرخوانده موج نوی سینمای فرانسه که سالها بعد از اوج کارش در دهه 1960 میلادی همچنان الهام بخش سینماگران بود، امروز شنبه در سن 91 سالگی درگذشت. آقای گودار با کنار گذاشتن سنت‌های قدیمی فیلمسازی، یک شیوه ساخت فیلم متکی بر نگه داشتن دوربین با دست نه روی پایه و انتقال سریع از تصویری به تصویر دیگر و دیالوگ‌های پیرامون مسائل زیست را در پیش گرفت. او با موهای سیاه رنگ بلند و عینک‌های با قاب قطور فیلمسازان را در جایگاهی قرار داد که از دید بسیاری همپایه اساتید نقاشی و چهره‌های ادبی برجسته بودند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه شنبه طی بیانیه‌ای این فیلمساز فقید را به عنوان مبتکر یک هنر کاملا مدرن و آزاد مورد ستایش قرار داد. مقامات عربستان اعلام کردند یک مرد در روز دوشنبه بعد از انجام حج عمره به نیابت ملکه فقید بریتانیا در شهر مکه دستگیر کردند. این مرد که یک تبعه یمنی است، ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی از خود در مسجد الحرام در مکه منتشر کرد. این تصاویر نشان می‌دهد که او دست نوشته‌ای را هم می‌کند که روی آن نوشته است: عمره برای روح ملکه الیزابت دوم، از خدا می‌خواهیم که او را در بهشت بپذیرد. این ویدیو که به طور گسترده در توییتر به اشتراک گذاشته شد، با واکنش‌های برخی از کاربران برای بازداشت وی همراه بود. زائران در مکه مجاز به حمل بنر یا دادن شعار نیستند، از سوی دیگر انجام اعمال عمره به نیابت از فرد مرده جایز است، اما درباره غیر مسلمانان صدق نمی کند. رسانه‌های دولتی عربستان در بیانیه‌ای گفتند که نیروهای امنیتی در مسجد الحرام یک شهروند یمنی را دستگیر کردند. در این بیانیه تصریح شده که اقدامات قانونی علیه وی انجام خواهد شد. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم. وکیلی کارکشته و کاربلد برای رسیدگی و دریافت حق خود از مراجع قانونی هستید؟
پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده قانونی با موفقیت 99% و دریافت بیش از 500 میلیون دلار خسارت تضمین موفقیت شما در پرونده شماست. پیام شایانی به همراه 50 وکیل کارکشته و کادر دفتری موفق راه را برای شما برای گرفتن حقتان هموار خواهد کرده. همین امروز با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن بیشترین خسارت را دریافت کنید. دریافت بالاترین خسارت در کیس‌های تصادفات اتفاقی روزمره در دفاتر ماست. دفاتر ما لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. تصادفات.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. از این پس دارندگان جیلویز هیچ فیلم و سریال فارسی و یا دوبله به فارسی را از دست نخواهند داد. شما می توانید 90% بروزترین فیلم ها و سریال های دلخواهتان را در قسمت فیلم و سریال جیلویز پیدا کرده و تماشا کنید. اگر برنامه دلخواهتان را در این قسمت پیدا نمی کنید، می توانید با مراجعه به ژانر فیلم و سریال برنامه مورد نظرتان را بر روی ده ها کانال تلویزیونی به صورت زنده تماشا کنید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های GLVs همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVs از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. GLVs با کمتر از $1,000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های GLVs بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید GLVs پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب GLVs نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به GLVs بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.